در مورد فضاهای شهری من فکر می‌کنم که به هر کدوم از این فضاها باید به صورت جداگانه پرداخت و بعد به یک تعلیفی رسید که چطور باید اینها رو با هم تحلیل کرد. ما در یکی از صحبت‌های قبلیمون به مسئله کارکردهای واحد و کارکردهای چندگانه که به هویت‌های واحد و هویت‌های چندگانه هم ارتباط پیدا می‌کنه پرداختیم. در اونجا بحث مسجد رو مطرح کردیم با این نکته و ارتباطش با این مسئله ساخت مسجد پارک قیدریه بود. و خب من در اینجا می‌خوام این مقدار در مورد فضاهای مقدس صحبت بکنم و فضاهای مقدس مدرن. یعنی منظور این است که وقتی ما از مسجد صحبت می‌کنیم، خب مسجد یک فضای مقدس هستش، برای اینکه مشخصاً به یک دین و یک سیستم استقلالی ارتباط داره، همونطور که کلیسا اینطور هست، همونطور که کنیسه ها اینطور هست، همونطور که مثلا معابد بودایی اینطوری هستند، در گذشته معابد یونانی بودن، آتشکده ها بودن و غیره. ما چنین فضاهایی رو داریم، ولی ما الان داریم از امروز صحبت میکنیم، ما از آتشکده صحبت نمیکنیم. آتشکده ها امروز در ایران وجود دارن، ولی خب جز اون آتش هایی که در برخی از به اصطلاح آتشکده هایی که دایر هستند بسیار محدود در ایران وجود دارند، دیگه اون آتشکده هایی که به شکل بسیار گسترده به خصوص در دوره ساسانی وجود داشت، اواخر دوره ساسانی که ما با یک حکومت دینی سر و کار داشتیم، اونها دیگه تبدیل شدن به مکان های حافظه تاریخی، مکان های باستانی که بیشتر جنبه توریستی داره، بیشتر جنبه داره که افراد برن و از لحاظ گردشگری اینها رو ببینن و در اونها احساس رضایت خاطر بکنن، برای اینکه هویتشون، هویت به هر حال ملی یا اون خاطره گذشته ها و ارتباطش با امروز تجدید بشه. به مساجد تفاوتشون در این است که یک نوع تداومی هستش که قطع نشده. یعنی از زمانی که ایران وارد اسلام میشه، وارد سیستم اسلامی میشه، که ما وارد این که چطور این اتفاق میفته، در چه فرایندی و غیره که بسیار پیچیده تر از اون چیزیست که به صورت عمومی مطرح میشه نمیشم، ولی اون تداوم داره تا امروز. تنها گسستی که شاید ما بتونیم ببینیم این شیعه شدن ایرانه که در دوره عمدتا زبویه اتفاق میفته. مسئله شیعه شدن البته از ابتدای اسلام در ایران وجود داشت، ولی این که شیعه تبدیل به دین به اصطلاح مرکزی و اکثریتی بشه در دوره صفویه اتفاق میفته و این تبعات زیادی هم داره از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و غیره. و امروز ما در این کشوری هستیم که اگر از اقلیت‌های مذهبی بگذاریم که رقمشون بسیار بسیار کمه، در حد 1% جمعیت هستش، البته کمتر هم شده در این سال‌ها، ما حدود 9-10% جمعیت مسلمان غیر شیعه داریم و 90% جمعیت شیعه هستن. وقتی من این بحث رو میکنم، چون قبلا این انتقاد مطرح شده و ایده گفتن نه مثلا چرا شما به همه با یک عنوان میگید شیعه، همه که به یک نوع شیعه نیستن، همه که به یک نوع مسلمان نیستن، ما این بحث ما الان این نیست که چقدر اینها اعتقاد دارن یا چقدر اعتقاد ندارن. این بحث در مورد همه کشورهای دنیا میشه که مثلا میگن در آمریکا، در اروپا، در فرانسه مثلا اینقدر درصد کاتولیک هستن، اینقدر درصد مثلا پروتستان هستن و غیره. خب بنابراین ربطی به اون مسئله که مثلا چقدر اعتقاد دارن، چقدر ندارن، چقدر اعتقاد دارن ولی اونقدر شدید اعتقاد ندارن و غیره نداره، به دلیل اینکه اینا از لحاظ اداری محاسبه نمیشه. حالا به هر دلیلی، من الان وارد بحث نمیشم که آیا باید بشه، نباید بشه، میشه اصلا که محاسبه بشه یا نه، ولی در کشورهای اروپایی یا بیشتر اروپایی، در آمریکا میتونه نیست که این پرسیده میشه. مثلا یعنی مثلا یک مقوله هم میذارم برای مثلا کسانی که اصلا اعتقاد به هیچ مذهبی ندارن یا کسانی که اعتقاد مذهبی دارن ولی عمل مذهبی انجام نمیدن، چنین سوالاتی هم مطرح میشه. ولی مکان مقدس مدرن مکانی هستش که اولا لزومش و اینکه وجود داره و وجودش مورد نیازه هیچ شکی درش نیست. ما اینجا اصلا این بحث به نظر من بحث نظری نیست، کافی ما یک نگاهی به
نقشه جهان بیاندازیم و کشورهای مختلف رو در نظر بگیریم و ببینیم در کدوم کشور هستش که من به گذشته تاریخی اشاره تازه نمی کنم که هرگز اصلا چیزی جزی نبوده، اما حتی امروز رو ما در نظر بگیریم بعد از قرن بیستم با تمام اون داستانهایی که داشته و غیره، امروز کدوم کشور رو میتونید شما مثال بزنید که در اون مکانهای مقدس وجود نداشته باشه؟ مقدس دینی منظورم هستش، مکانهای خاطره مثلا ملی و غیره رو من نمیگم که چون اینها هم به نوعی تقدس تش وجود داره، ولی مکانهای مقدس استعلاحی دینی، آیا کشور اروپایی رو ما میتونیم پیدا بکنیم چه در اروپای غربی چه در اروپای شرقی شمالی جنوبی، که در اون یک شهر شما داشته باشید که کلیسا نداشته باشه، مکانهای عبادت نداشته باشه و غیره؟ مثلا چنین چیزی غیر قابل تصوره. یا در آمریکا، یا فرض بکنید در کشورهای عربی با مساجدشون، در ایران با مساجدشون، و برای ادیان دیگه هم ما مکانهای زیادی داریم، کلیسا، کنیسه و غیره. خب پس بنابراین همه این مکانهای مقدس دینی در همه جا وجود داره و بحثی نیستش که یک دولتی با ایدئولوژی خودش بخواد اینها رو دستکاری کنیم، ولی این تمایل همیشه در دولت‌ها وجود داشته. زمانی که مثلا شوروی آمد و به قدرت رسید، چون از 1917 بحثش این بود که ما مخالف دین مسیح هستیم و دین مسیح در خدمت سرمایه داری بوده، خب بسیاری از کلیساها رو تخریب کردن، حتی به شکل تحقیرآمیزی استالین اومد خیلی از کلیساها رو تبدیل کرد به استبل، و ولی خب نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که روسیه امروز یکی از مذهبی ترین کشورهای جهان بعد از 70 سال تبلیغات ضد مذهبی، و اون کلیساهایی که حتی تخریب کرد در مرکز مسکو تخریب شدن، یعنی با خاک یکسان شدن، دو مرتبه عیناً مثل گذشته ساخته شدن و حتی تقدسشون بسیار بسیار بیشتر هم شد. مکان مقدس در، حالا من در ادیان ابراهیمی بیشتر صحبت میکنم، یعنی مسجد و کنیسه و به اصطلاح کلیسا، حداقل دو تا کارکرد داره. حداقل یک کارکرد استعلایی داره، یعنی جایی است که به صورت یک مدیوم، به صورت یک رسانه، انسان رو با خدا ارتباط میده، البته با درجات مختلفی از اینکه اون کسانی که متولی اون مکان مقدس هستن چقدر ادعای این رو داشته باشن و عملا در این دخالت بکنن. مثلا در سیستم مسیحی و در سیستم یهودی این خیلی بیشتر است، در مسیحیت البته کاتولیک، در مسیحیت پروتستان این کمتر هست، و دخالت متولیان اون مکان و بسیار بیشتر هستش. در سیستم اسلامی این دخالت کمتر است، ولی بنابراین که ما در چه فرهنگی باشیم خب این بیشتره، یا بنابراین که در چه دوره‌ای باشیم. مثلا در دوره اخیر ما دیدیم که دخالت متولیان در این مسئله بسیار بیشتر شده و بعضی وقتا این رو ارتباط دادن با اسلام سیاسی که بی ارتباط هم نیست، منتها و مسائل خیلی پیچیده است در اینجا. ولی بیشتر ما شاهد چی بودیم؟ شاهد نکته مثبتی از این لحاظ برای نقطه مقدس نبودیم، یعنی که مسجدی که اون کارکرد استعلایی بدون متولی یا با کمترین حد از اون تولیت انجام بگیره، لااقل در سیستم هایی که ما از لحاظ اسلامی میشناسیم در تاریخ اسلام ارزش بالاتری داشته. وقتی مثلا امپراتوری ها یا پادشاهان بزرگ اسلامی می آمدن و مساجد باشکوهی می ساختن در تقلید از کلیساها که بیشتر میخواستن قدرت پادشاهان رو نشون بدن و اینها میخواستن قدرت خلفا رو نشون بدن، در اینها تقدس کمتری وجود داشت تا زمانی که مثلا در زمان خود حضرت محمد، فرض بکنید مسجد صرفا یک جایی بود که در اون سجده میشد، به نامش هم از همین میامد و اصلا شکوه و جلالی در معنای مادی قضیه وجود نداشت. و خب در سیستم های مدرن شهری هم، به خصوص ما در سیستمی که داریم، باید به این مسئله توجه بشه که این خطر همیشه وجود داره که اون معماری مونومانتال، اون معماری
هیولاوری که به هر حال مثلا میخواد همه چیز رو بزرگ کنه، میخواد همه چیز رو بزرگ نمایی کنه، مثلا یک شکوه و جلالی بده که مثلا ما در قصرها و غیره میبینیم، این با نفس مسجد در تضاد هستش. و اون سادگی که در مسجد وجود داره هر اندازه حفظ بشه بهتر ازش. حتی در مساجدی که ما به عنوان بخش بزرگ از میراث فرهنگیمون داریم، میبینیم که در اینها نوع خاصی از به اصطلاح شکوه و جلال وجود داره، یعنی یک نوعی که انسانیت رو نشون میده. مثلا این ظرافتی که در کاشیکاری به کار میره، در آینه کاری به کار میره، که این لزوماً یک نوع اشرافیت نیست، بلکه عشق و علاقه هستش که انسانهایی داشتن به اینکه رنگامیزی زیبایی کنن، کاشیکاری زیبایی کنن و غیره. خب این جنبه یک جنبهش هست، ولی در اسلام جنبه دیگه هم مسجد داشته و اون جنبه اجتماعیش بوده، یعنی مکانی که افراد جمع میشدن به خصوص از طریق نماز جمعه و در مساجد جامعه. که البته این نکته در خیلی از سیستم‌های دینی دیگه هم وجود داشته، خاص اسلام نیست. این هم باید توجه کنیم. مثلا در مسیحیت می‌دونید که اون نماز یک شنبه بسیار جنبه سیاسی داشته، لااقل قبل از انقلاب‌های مدرن. در حتی ادیان باستانی اینطور بوده که مکان‌های مقدس یک مکانی هم بوده برای نفوذ سیاسی. اما در سیستم‌های مدرن این اون نطفه همون چیزیست که بهش گفته میشه اسلام سیاسی، یعنی جایی که مسجد محلی است برای یک تجمع سیاسی، برای یک تجمع سیاسی دینی و غیره. خب اینجا به نظر من جای تأمل وجود داره، هم برای مسئولان دینی، هم برای مسئولان شهری، هم برای مسئولان سیاسی که روی مسئله فکر بکنن. من لزوماً معتقد نیستم که نباید اینطور باشه، و ولی فکر میکنم که باید میزان آزادی افراد در اینکه اینطور باشه یا نباشه باید بیشتر بشه، از این لحاظ که افراد در شهر بتونن نسبت به اینکه با مسجد چه رابطه‌ای داشته باشن تصمیم گیری کنن و اجباری در کار نباشه. اگر اجباری در کار نباشه، به نظر من استقبالی که میشه از یک مکان مقدس به شدت افزایش پیدا میکنه. نگاه کنید به اینکه مثلا در شهری مثل استانبول که شهر هزار مسجد بهش میگن و همشون هم اذانها رو میگن و همه اذانها رو هم به وقتش میگن، در ترکیب نمیکنن با همه اذانها رو میگن، صدای اذان مساجد اصلا با یکی از عناصر مهم شهری تبدیل شده که یکی از مشخصات شهر استانبول هستش. و خب در چنین شهری ولی آزادی وجود داره در رابطه با مسجد، و مساجد به صورت خود به خودی مکانهایی هستند که تقریبا هرگز خالی نمیشن. و در ترکیه کاری که کردن این بوده که مسجد رو لزوماً از سیستم گردشگریشون خارج نکردن. این بحث کار کردی که من مطرح میکردم، یعنی شما در این حال میبینید که مکانهایی از مسجد رو بستن و به اصطلاح اجازه دخول نمیدن به کسی که گردشگره. کسانی که وارد مسجد میخوان بشن باید به احترام مسجد، همونطور که در مورد کلیسا مثلا در واتیکان میبینیم، پوشش داشته باشن، حجاب داشته باشن به نوعی. و در بعضی از مکانها هم افرادی که مسلمان نیستن نمیتونن برن، و اونها مکانهایی هست که معمولا عبادت و نیایش و نماز برگزار میشه. خب این به نظر من یک سیاست بسیار مناسب تری هست از این که مثلا مسجد رو برن ما به روی غیر مؤمن ببندیم، یعنی کسی که مثلا یک گردشگره نتونه بیاد توش، یا مسجد رو خاص فقط کسانی بکنیم که درجه مثلا دینداری بسیار بسیار بالایی داشته باشن. و به یک نوعی به این ترتیب انحصاری به وجود میاریم که این انحصار به سود مسجد نیست و مسجد رو خالی میکنه از به اصطلاح اون کارکرد اجتماعی که میتونه داشته باشه. سیاسی کردن هم همین نقش رو میتونه داشته باشه. سیاسی کردن چون همیشه در سیاست افراد موافق و مخالفی هستن که این افراد موافق و مخالف میتونن در حوزه مثلا استعلایی به هم نزدیک باشن و دلیلی برای مخالفتشون وجود نداره. در دین عرفی ما چنین حالتی رو داریم، و خب در چنین حالتی ما با مساجدی روبرو میشیم که خالی میشه به دلیل واکنش، به دلیل اعتراض، به دلیل اینکه افراد نمیخوان
مثلا از سیاست هایی که رایج هست، غالب هست و غیره دنبال روی کنن. و این به نظر من ضربه اصلیش به سیستم دینی هست که در یک جامعه وجود داره. و فراموش نکنیم که در اکثر کشورهای در حال توسعه سیستم دینی هست که سیستم اخلاقی رو پشتیبانی میکنه، نه سیستم مدنی. چون برای اینکه سیستم مدنی بتونه اخلاق رو در جامعه پشتیبانی کنه، ابتدا باید سطح مدنیت، سطح نهادهای مدنی، سطح آزادی اجتماعی، سطح دموکراسی، سطح توزیع ثروت و امتیازات اجتماعی، عدالت وجود داشته باشه، به نوعی اعتماد عمومی بالایی وجود داشته باشه. تا اینها وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم حساب بکنیم روی اخلاق مدنی برای اینکه بتونه پشتیبان روابط اجتماعی باشه و از این روابط به عنوان روابطی که انسانها رو با هم نگه میداره، پیوند اجتماعی رو حفظ میکنه، انسجام اجتماعی رو حفظ میکنه استفاده بکنیم. و در این حالت دین هست که باید این کار رو انجام بده و دین عرفی نشون داده که هزاران سال این کار رو کرده. هزاران سال الان در مورد اسلام 1500 سال لااقل این کار رو کرده و تونسته انسجام اجتماعی رو حفظ بکنه. انتقادی که عموما میشه به اسلام سیاسی این هستش که اسلام سیاسی به دلیل جانبداری ایدئولوژیکی که در اون وجود داره دیگه نمیتونه نقش انسجام اجتماعی رو بر عهده بگیره، یعنی اینکه مثل یک حزب عمل کنه. چون حزب بنابر تعریف یعنی سلیقه های سیاسی مختلف و اختلاف در به اصطلاح سلیقه سیاسی بسیار بسیار بیشتره، یعنی چون افراد سبک زندگیشون با هم متفاوته، نگاهشون به زندگی متفاوته، خواستشون از زندگی متفاوته و به همین جهت هم میرن به طرف احزاب مختلف، میرن به طرف رویکردهای سیاسی مختلف. حتی در یک کشور اگر احزاب مختلف وجود نداشته باشن، آزادی تعصب وجود نداشته باشه، ولی این سبکای مختلف و رویکردهای مختلف وجود داره. حالا اگر ما این رو اومدیم خواستیم روی سیستم دینی پیاده کنیم، به همین مسئله میرسیم، یعنی به این میرسیم که اصل قضیه است که زیر فشار قرار میگیره و با افزایش کمی، یعنی مثلا افزایش تعداد مساجد که اینقدر هم میبینیم که صحبت میشه این مسجدهای جدید ساخته بشه بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر، چیزی حل نمیشه و جامعه مذهبی تر نمیشه و جامعه اخلاقی تر نمیشه. چیزی که در مورد مکانهای مقدس و مکانهای من میگم حتی اخلاق اجتماعی، مکانهای باور اجتماعی، باور استعلایی که بتونه در خدمت باور اجتماعی قرار بگیره، باید بیشتر از لحاظ کیفی اهمیت داشته باشن و بیشتر بتونن توافق ایجاد کنن بین افراد، سازش ایجاد کنن، افراد رو با هم پیوند بدن، نه اینکه اونها رو از هم دیگه جدا کنن. مسجد نباید موضوعی باشه که در جامعه ایجاد اختلاف بکنه و باعث بشه که افراد از هم دیگه دور بشن، چون در این صورت ضربه اساسی رو به خودش خواهد زد و سود اساسی در اینجا میرسه به همون کسانی که آخرین مسئله شون هم مسجد نیست، بلکه بیشتر هدفشون از این کار یا سیاسی هستش که تازه اون هم چندان مطرح نیست، بیشتر هدف اهدافی وجود داره که اهداف مالی و اقتصادی و سود بردن و یعنی اهداف کاملا مادی و خلاف اجتماعی از این کار هست.